سلام برابکس یوتیوب سوهل اقتصادی هستم براتون امروز نسیم رو دوباره بردم با اینکه هیچ کسی نگفته بود ولی گفتم نار... یعنی کامنت ها هیچ کی نگفته بود اینم خب آدم داشت میشه دیگه من خودم شعور کردم گفتم که از نسیم خواهش کنم بیاد مرسی نسیم جمعه اومدی خب امروز من میخوام رسیدی ویدیو درست کرده بودم راجع به دختر صحبت کردم که دختر رو خیلی لوس شدن دختر خیلی بد شدن خیلی از پسرو استفاده میکنن اذیت میکنن بعد چند تا خانم نوشته بودن که من زن ستیزی دارم میکنم میخواستم با تو صحبت کنم راجع بهش به نظر من دختره امروزی چون که جنریشن قبلی یعنی مام باباها و مام بزرگای ما خیلی ننه ها داشته هنشون سرویس میشد به بچه هاشون یاد دادن که آقا پا نده مثلا نذار مرد سوار چه نکن چون مردا حروم زادن از این حرفا از اون وقت پسرام خودشون دیدن که مثلا بابای خاله مامان رو سرویس میکردن خب چرا مثلا به مامان زور میگه اینا یعنی پسر خودشون نچرالی آروم شدن دخترام نچرالی نه نتشورالی. ترینی از مام باباشون گرگ شدن خب بعد من همچین احساسی دارم و بعد فکر میکنم که مثلا 90 درصد دخترها همشون پتیارا یعنی فقط میخوان یه پسر رو پیدا کنن دهنشو سرویس کنن و اگر یه پسر تا وقتی که بتونه پروواید کنه باشه برسونه اون پسر قابل قبوله ولی به محض اینکه پسر نتونه برسونه یا مثلا کار خوب نکنه پسر رو خانم میزانه میره تو نظرت چیه من در دروغ میگم الان چرا چقدر دروغ میگم من فکر میکنم شاید هفتاد درصد آدم ها اینجوری باشن دختر فکر نمیکنم سی درصد من شاید... میگم نوت حتی <تصح> <تصح> نه من میگم سی سی خب خب کجا که این آدم نمیبینه یعنی چون تو خونه نمیام بیرون دختر خوبا نمیبینیشون یکیشینه تو که بیرونی اصلا خوش لباس پیدا کردیم برات همسایه دی زنگ پلیس اینجا هم گشته شد نمیخواد بکنه من نمیدونم نمیفهمم چه اتفاقی داره میفته من طرف حراست اومدن تذکر دادن گفتن که میخوای یوتیوب نوندیم رایت کنیم و سمین نمیخوایم بزنیم بالای 18 مجبور شدیم که خود لباسا رو عوض کنیم دیگه خوب. من به خاطر حفظ اسمت و تهارت یوتیوب هم که شده مجبور شدم تم به اجاب اجباری بابا من بابا ماماتو ماما میبینم من چجی تو تو چج... چج... چه روی تو چه تو نگاه کنم میگن دختر ما رو ولی دختر که دور می بی... من از این کار نمی کنم آقا حالا بگو ببینم من واقعا از این موضوع هم تو الان یه داستان داری واسه تعریف کنی مثلا اینکه دوستا دهن پسر سرویس کرده باشه یا برعکس یه پسر دهن دختر سرویس کرده باشه همه تو زندگی صلح و صفا بوده هر کی هر دیده خیلی... کرده نه خیلی واقعا مایند نکنم تو رابطه یه مردم که مثلا ببینم دختره چه جوری بوده هیچ حرفو حرفو باور نمیکنه دو راست میگه این مگه فزول نیست فوزولم خیلی دام. من فوزولم من اصلا این ازاست پیشه مثلا تو پرده رد میشی ساعت 3 میلی پرده باز میشه نه به خدا خیلی فوزولم بعد دیگه هم بس نمیشه تا بری خونه یه خب دیدی منم دیگه برو تا تا میخو در میبندی مثلا 30 ثانیه وای میسی که برنگی بعد بس نمیشه پرده <تصفح> 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 وای <applause> نه خیلی فوزولم اصلا در این که خیلی فوزولم اصلا هیچ شکی نیست یعنی از صد هزار فوزولم خب ولی واقعا تو رابطه ملت مایند ما نکردم اصلا خیلی خیلی بیزنس هم نبوده خب پس تو رابطه ها دخالت نمی تو همه چی دیگه آره دیگه تو میمیم. همه چی <applause> خب الان چرا الان چرا فکر دختر من از نظر من انقدر مثلا شده شدن چرا من هر دو خرید دیدم داره از یه پسر سو استفاده میکنه ببین این مقدار خیلی زیادی اصلا به اجتماع و اصلا وضعیت امروز کلا همه یه. یعنی کلا کره زمین به نظرم برمیگرده خیلی بحث طولانیه که چرا الان خیلی از دخترها گرگ شدن خب خیلی هاشون شاید به خاطر مسئله مالی بوده خب چرا اونوریش نیست چرا تو مثلا نمیبینی یه پسر داره مثلا بخوای زن پول داره میزنه چرا اینجوری نیست اف کورس که اینجوری است وگرنه شوگر میمه. مامی در نمیومد که کو کو شوگر مامی اسمش از خدا نی خدا از وجود نداره خیلی تا اسمشون هست هست کو تو نه من یه دوست دارم یعنی نمیدونی تو باور کنی چقدر این آدم خوشگله یارو به نیلو نشون دادم گفت میشناسم یعنی مثلا ندید میدونسه کیه این شوگر ماما نداره از <applause> شوگر ماما وجود نداره تموم شد یعنی سینگل <applause> هم هست الان مثلا 35 سالش هنوزم هم سینگل هر یه سال توی رابطه هست میده رابطه سنگی هم یه رابطه مرد رابطه هم هست کارم میکنه چجوری این شوگر ماما نداره من نمیدونم الان جواب چیه که به خوشگلترین پسر که ما میشنسیم شوگر ماما نداره یه بار تو پنجات رابطه که توی 20 سال گذشته که همش مثلا بریک اپ کرده یه دفعه نبوده که یهو ما بدیم یارو نشسته توی یات مثلا دارن کن... من توی یا یونان داریم میریم جزیره های قناری با عشقم من سکوت میکنم من کم آورم دیگه نه بابا اینا همش داستان به جون مامانم مثلا دختر پولاشه بره به یه پسر حال بده شاید یه هفته مثلا ببینیش بگی مثلا یه دونه کفش مثلا گوچی 1700 میخرم بیا شب ترتیب منو بده این میتونم ببینم ولی که مثلا یهو ببینتش عاشق شه من میخوام این پسر رو موفق کنم من میخوام بیارم این زیر بالا پر خودم عمرم من هم چیزی توی خانم نمیبینم تو میبینی مثلا مامانت همچین کاری بکنه نه من میگم دیگه مثلا چی همچین کاری گفتن من کسی نمیبینم من واقعا نمیدونم چه جوری من فکر میدم از ابتدا اصلا همین جوری بوده اصلا رفته به جنریشن الان نمید. از ابتدا چی چه جوری بوده هیچ دختری هیچ مردی رو اینجوری لایک like ساپورت نمیکرده مثلا هیچ دختری ببین حتما خب همه چی هست من که دارم صد سال جو 90 درصد صحبت میکنم ولی من تو پسرا من خیلی مثلا بیشتر میبینم که مثلا نایسترن مثلا س... مثلا میگم توی رابطه اگه من دختره به من بگه که من بدم میاد مثلا میای خونه چک میزنی تو گوشه من دیگه چک نمیزنم تو گوشش ولی اگه به دختر بگی من بدم میاد چک میزنم تو گوشش. یه جوری چه چکر رو میزنه که قابل چیزم باشه مثلا داره جنس داره رو همی داره یه کیسه رو میدازه شق میزنه تو گوشت میگه من چون داشتم کار میکردم امروزم خیلی خسته بودم و داستم در رفت خود تو صورت یعنی یه جوری اون کونو میده لجوا زنداغ برات کیشی این خب اینو مثلا نمیفهمم خب حیث من که به تو گفتم از چک خوشم چرا یه جوری فرمیدی که به من چکر رو بزنی بعد بهونم بیاری فکر می‌کنی من کنم به هر شیش ماه هم یه مشکل امروز سر خوردم چک زدم بهت اومدم بپرم بغلت میخوام اشتباهی چک خوردی من این موضوع نمیفهمم چرا اتفاق میفته این واقعا نمیتونه کوئنسیدنس باشه من با صد تا دختر که دوست بودم اینو دیدم با هزاران دوستام هم, هم که دوستو دو خدیدم خد دیدم توش این کارو میکنن یعنی وقتی میفهمن چیزی یا ناراحته حتما میگن بعد تو دعوا زاده میشین تو دو دعوا فقط میخوان یارو رو دیسترو کنی هر چیز بدی که از یارو داری تو دعوا میاری بالا دروغه یا حقیقت حقیقته ولی من دارم خودم به شخص سعی کنم رو خودم کار کنم آره میفهمم کار میکنی دمت گرم ولی این که دیفالت اینه چرا آره دیفالت اینه دیگه نمیدونم شاید به خاطر اینکه همیشه از ابتدا گفتن که زنها ضعیفن نمیدونم انقدر زدن تو مثلا ته مغزشون این بوده که هم فلان الان دیگه حالا یه ذره میدون بهشون دادن یه ذره در... نه که میدون حالا یه ذره داره به حالت طبیعی تر برمیگرده نمیشه گفت میدون دادن چون مثلا کی میدون داده کی اینجا که مساویه تو ایران مثلا من میدون بدن Basically. مثلا تو افغانستان هیچ میدونی وجود نداره مثلا میفهمی اینو میفهمم که آره من در راجع به که آزادن یا مثلا اون گروهی که ما تو ایران باشون میچخنیم اون زنایی که ما بودیم مثل زنه اورج ایران که نبودن یارو عین که مثلا تو فرانسه زندگی میکنه بزرگ شده و رفتار میکنه اونا ولی بازم هب... همینجوری بودن اصلا اونا اینجوری بودن <applause> چون اون یکی باشه میگه آقا این مثلا فرق داره ازتش میکنه بی فرهنگی داره ازتش میکنه بی سوادی هر چیزی که منفی میتونی بخوای پیدا کنی بذار روی آدم دلیل بگی ولی اونا که دیرن تو رفاه بزرگ میشن و همین من میگم چرا یه دختر وقتی تو دعوا میخواد خار یارو رو بگاد به جنگ مثلا من تو داریم دعوا میکنیم دل... دلیل این که با هم دوست پسر دوست دختریم چون هم دوست داریم الان یه مشکلی داریم دعوا تو مغزه پسر اینه که این مشکل رو حل کنه دعوا تو دختر موقع دختر اینه که من الان در بازه هر گوی میخوام بخورم بعدا میگم خب دعوا بود دیگه تو دعوا که حلوا نمیدن مثل اینکه مثلا دعوا بشم با مش بکوبم تو صورت دماغت پخش دماغش رو ببینم دعوا بود دیگه تو دعوا میخوای بغلت کنم یه پسر این کار بکنه میده زندان ولی دختر میتونه خار مغز پسر رو بگاد هیچ نوع هیچ نوع هیچ نیست سمید ثابت کنه که آقا داره خار مغز من رو میگاد تو الان فیزیکی داری من رو هرت تو داری منتالی من رو هرت میکنی من میتونم فیزیکی تو رو هرت کنم ولی من مجرد خودمون بگیرم ولی تو جور خودتو نمیگیری اگرم هم کاری بکنم من میرم زندان تو هیچ چیزی نمیتونه ثابت کنه مسخرت تام میکنم آقا دهنم گوید او ناراحت نیستیم دیگه نیستیم به جون تو من میگم شما یه موجودت مثلا ایول وحشی قوین. بابا اکونشون بچ آدم میاد بیرون من یه بار میگم تو انم تو فرانسه گنده بود 22 سال پیش هنون یادمه هم دردشو هم بوشو هم همه چیشو یادمه میدونی چی میگم من خالم که مثلا یه ما پیش فوت کرده اون یادم نمیاد چه چه چرنگی بود هنون شما تای قوین مثل مثلا بعد دو سال از نمد ق... شیر می نرهی. همین داریم. می <تصفح> <تصفح> خب من چرا این قدرت رو توی محبت استفاده نکنیم چرا چون ببین اگه مثلا نفر اول گفتم دختره بده دومی گفتم کس خود سومی گفتم مثلا روز بعدی داشت چهارمی یه چیزی پنجمی ولی به صد و, سد و گفتم که خب آقا اینا رو ریپیت اینن بعد چرا اینجورین چرا مثلا چرا همه دعواها به وحشیگری و تنفر و اینا تموم میشه در حالی که مثلا باید باسه حل کردن موضوع باشه و با مثلا توی زنها تو ازدواج میبینم که مثلا شوهراشون رو خیلی اذیت میکنن هی hey, مثلا تیکه میندازن مثلا فلانی اینو خرید اونو اینو خرید تو نمیتونی مرد نیستی بعد مثلا میفهمم مثلا تو مشکل داری یه بار مثلا در 6 ماه ها ماه یه سال به شوهر مثلا میگه آقا من خیلی نمیخواد میخور خونه بهتر کنیم چه راهی هست بکنیم امکان داره مثلا من برم کار کنم تو کار بیا بیرون بریم درس بخونی بعد مثلا به فلان جا کار بگیری اینو میفهمم ولی اینه که یارو مثلا هر مثلا دیدم ها که هر روز به شوهرش گیر میده که ریدم تو این زندگی چه دست دستخری ما من خونه میخوام من اینو میخوام اونو میخوام بعد فردا بعد فردا بعد فردا خب یه خانوم نمیتونه بفهمه که این کارو کردن با یه مرد چقدر اینو میتونه ناراحت کنه چقدر اینو میتونه از همه چی عقب بندازه چه سودی خانم تو این میبینه که این کارو میکنه من فکر کنم عاقل نیستن دیگه یعنی آخه نه آخه سیاست آدم باید داشته باشه یکم فکر کنم اتفاقا اگه فکر کنی عاقلن دیگه تو الان خانومو دارن میبرن دیگه این تو الان مثلا نگاه کن با یه چیزی میخواستم بگم نمیتونم بگم خدا دارن نمیبرن من همه دوستام هنوز سینگل <تصح> <تصح> خب در سینگله که سینگله خب پسر سینگل دو خواهد سینگل داریم من اونو دارم که میان تو رابطه وقتی من توی رابطه من همیشه دیدم پسرها خوشحال نیستند تایده تا ته نه مثلا یکی از دوستام دارم میگم 95 درصد دوستام تو رابطهشون خوشحال نیستن یعنی وقتی مثلا ما میریم با هم پوکر بازی میکنیم چون 15 تا پسر اینجا جمع میشیم هر کی تلفن زنگ زن دوست خوشش میگه فاک خب من خودم واقعا نوعی مسخره هم همیشه میکنم میگن تو لوسی مثلا میریم مثلا مسافرت من هر روز صبح که خوابم شب زنگ مامانم بعد زنگ بابا بعد زنگ دوست هر روز خوشحالم هستم که زنگ بزنم بهشون بعد همیشه هم میگم تو تو دیوونه چقدر تو خانواده چقدر تو بچه ننی خب من این ریختیام هیچ وقت نشده یه دونه دیگه دوستان ببینم این کارو بکنن تلفن چون دیگه به نظر من شما وقتی دختر هستین اینجوری میشه مثلا دوست پسر زنگ میزنه خوشحال میشه میگه آخ چون جون زنگ میزنه آره من خب آره خب میگم پسرا اینو ندارن همشون ناراحته. مثلا 9 چون من فکر میکنم که پویا داره اینو خب الان که نمی دیوونه منو بزنم تو همچین سوراخی الان ولی بعد دوست که آدمای زیادی آره دیدم مثلا میگم مثلا شاید با 100 150 نفر آره. تو مدل متفاوت دیدم, دیدم. هر وقت زنگ میزنه میگه اه و من میگم خب چرا باید این اه باشه آره. شما با که خوشحال باشین چرا یه نفر خوشحال نیست همیشه بعد انقدر رو ریپیت اینو دیدم میگم که آقا این داره یه موضوعی میشه که واقعا اصلا همین دیگه دو میگن یعنی همه سینگل به بخاطر همین دیگه واقعا همه, همه خستن همه واقعا باید یه ذره همدیگه رو باید درک کنن واقعا درک دخترها همیشه به نظر من اتفاقا باید بیشتر باشه توی رابطه به خاطر اینکه همونطور که گفتی زن قدرتمنده و فکر میکنم که زن باید رابطه بیشتر رابطه رو به دست بگیره منظورم مثلا از سختیهاش و سنگینیش و اینا نیست منظورم این کنترل کردنشه من فکر میگم که اگه یک زن رابطه رو تو دست بگیره اتفاقا اون رابطه خیلی بهتر جلو میره خب مثلا مثال میتونی بزنی مثلا یه مثال بزن مثلاً... که مرد تو رابطه باشه یا زن ببین مثلا اگر که یه مثلا دوست پسرش یا اصلا شوهرش نمیتونه مثلا یه چیزی که واقعا زنه احتیاج داره رو الان فراهم کنه به نظرم زنه بگذره از چیزی که میخواد اون لحظه حداقل نه اینکه برای همیشه اون لحظه حداقل برای یک مدت حالا کوتاه یه هفته یه ماه هر چقدر که فکر میکنه که میتونه منیج کنه این قضیه رو و سعی کنه تلاش کنه کنار دوست پسرش یا شوهرش اون چیزی که میخواد رو فراهم کنه نه که اون براش اینو فراهم کنه به خاطر اینکه این اگه برعکسم بشه اینجوری سنگینی از روی زن هم برداشته میشه دیگه بیسیکلی درسته سو so, اگر یاد... که این کار کنن مثلا به نظر من خیلی جواب میده مثلا یه جا که داره داد میزنه پسره مثلا دختره بگه اوکی به جای که دختره شروع کنه از گذشته بگه و نمیدونم گذشته رو بیاره like, ف... واقعا فاک گذشته آقا من نمیفهمم واقعا آره یه جوری هم یادتونه یه <applause> با الفبت میره A ای تو اپریل پنج خیلی واقعا سوجین من به خدا یه توی یه اگر که چیز کنن. تو کیوت میان بعد مثلا کارتون ها دیدی یه کرکتر کوچولو دارن مثلا تدی بره بعد چاقو شب چشای قرمز بیاد همه رو میزنه این طوری هم در یوسا من میگم چیه خب تدی داره باشین دیگه بعد اون وقت ما تخمیه داستانی میگن شما خشنین شما وحشین شما نمیدونم جنده تو درک نمیگانی با... نه این من من مخالفم خب بعضی جاها واقعا مردا دیگه like they're too much واقعا تو much هم ولی بازه چند دا خندار بگم من موافقی یا نه من میگم آقا درد ضربه خوردن توی تخ بیشتر از درد زایمانه بگو خب من چرا نه دیگه. من اینو بگو چرا. نه نیست به خاطر اینکه هیچ مردی نمیگه دوباره بزن تو تخمم <applause> دروغ میگم بگو دروغ میگی من دو تا بچه دارم این خانم دو بزن دوباره تو خانم دیوونه است دیگه خب پس این اولی اول ثابت چه خب خب بگو نظر چه جوری موضوع بابا خب ببخشید من بزنم تو مثلا خب مثلا یکی بزنه تو تخمه تخمه جوجه نمیشه ولی اون جوجه به یا میاره دیگه خب نه راست نگیدی آره دیگه خب ها این چیز اینه که من یه تئوری دارم میگه فکر کنم آقا من که بچه به دنیا میام بچه هستم همیشه ماشین بازی میکنم با ماشین حال میکنم بوق بوق میزنم با بابا می روغن از میکنم نگاه میکنم درسته دخترم با عروسک بازی میکنن دیگه عروسک میگیری و شیر میدی آزی میکنین ها خب و فکر کن من و تو با هم زن و شوهر میشیم میریم تو اتاق بوم چیکی بوم میکنیم بعد کونه بنده ماشین میاد بیرون کی بر روغن این ماشین عوض کنه چی شد من خیلی پیچیده من و شما زن شوهر شدیم رفتیم بوم چیکی بوم کردیم بنده از باسنم یه دونه ماشین زاییدم الان ساعت سه صبح ماشین دوزگیش داره میزنه بی بو بی بو کدوم دریسو صبح خاموش کنه جفتتون با هم نه دیگه من عاشق ماشین بودم من توهم ماشین داشته همه زندگی من همیشه زندگی آمدی ماشین بازی کردم کوونه بنده ماشین در تو چرا باید این والو باشی؟ به خاطر اینکه من باعث شدم اون ماشین بیاد بیرون تمام شد ولی من یه بارم کونه مومو نشستم <applause> ولی کونه پاشا رو شستم آ. کونه پاشا رو شستم بعد دیگه مومو که اومد گفتم اینه نه شبه خورده آخه داستان نمیدونی چیه که وقتی پسر میرینه ببین همه چیشون خونی وازیه نگاه کن تو خدا پسر میرینه پف میدونه تمیز تمیز میشه دختره میرینه اکو میاد میره تو پرتغالش بعد بعد بشینی انگوشت بکنی تو فلان بچه دیدن تمیز میگه من نمیخوام این کارو بکنم بابا من اینو فهمیدم گفتم اینا نمیخوا. من نمیخوام نمیخوا این صحنه رو بشم چون من میشستم بعد اونم مثلا تو فلان ان بود هنو میگفتم دیگه من, من اون تو رو تمیز نمیکنم بعد گفتم که اگه میشه دیگه این دختر کوچولو اونو شما مسئولیتش رو قبول کن چون من با این کانسپتی که باید بچه‌مو انگوش کنم که تمیزی خوشحال نیستم و سر این دیگه من انا انا تمیز نکردم ولی انا پاشا و انا نو پرابلم ایناست که بده واقعا <applause> بخوای من بر روغن شرب کنم دیگه دروغ داری میگی اگه همچین سناریو بود هر شب بلند میشد خدا ماشین تو خواستی تو عشق ماشین بودی تو اگه چونت ماشین در اومده برو ما واقعا می‌خواستیم بکنیم ولی اون ولی بگی خیلی نه خیر خیر خب ما بچه ها رو خونش میشونیم خلاصه دیگه من میگم ببین این یه خانم آوردم اینجا آنس بدون بایس گفتم آقا من نمیخوام بشینم مثلا گم بزنم به یکی چون من مردم مرد سال اینا نه من واقعا هم نگاه میکنم خیلی آنفر اینو میبینم مثلا من یه دوست وقت داشتم که دوست زمینیش به من زنگ زد گفت تو چرا میذاری این با تو این کارو بکنه تو میدونی باسه این کاری که باسه این دختره میکنی تمام دختر شهر حاضرن برات هر کاری میخوای بکنن بعد من اینو چون گاوه هم برگشتم به دوست دخترم گفتم نگاه کن دوست صمیمی چی میگه گفتم ببین به میگم دیوونه ای باور نمیکنی حتی دوست صمیمی تام آدم میگه روانی یه اون چه دلی داره بیاد بگی بعد ما در قبه به جای اینکه مثلا بگیری مثلا بخوای تو فکر بگی راست میگه دیگه ببین همه دارن من میگم روانی میگه خودم درست کنم رفت دوست دخترم شروع کرد کتک زدن اونجا که دیدیم وسط کلاب شروع کرد دخترها کتک زدن چک و فنا که چرا به دوست دخترم زنگ میزنی میگی اینو خب دوست صمیمیش بوده عقل نداشته بره اینو بگه دیگه ببین چقدر تخمی بوده که صدای اون در اومد خب چرا وقتی تخمی بوده پسر رفته باش دوست شده خب پسر دو... احمق اند همین دارم میگم ما احمقیم چاغالیم مهربونیم بعدش هم ما دودولمون 79 درصد مغز رو کنترل میکنه 20 درصدش مثل قلب و شوشو ما یه درصد کنن شعور داریم اینجا دودوله وقتی میگه باشه ما اینجا آه... نمیفهمیم که شما اینو نداری شما از این سوء استفاده میکنی خب به هر حال دیگه آدم باید از نقطه زفایی خیلی خب که خب پس با اون لاجیک منم میتونم تو رو کتک بزنم اگه دوست دوست خرمی با هم دوام بشه چون نقطه زفت تو اینه که به زور دو من نمیرسه و شما واقعا حقیقت قانونن اونم بستین همه شده خودتون دیگه بازه ببخشیدم <تصفح> منو بزنی من مثلا پرت میشم سمت متر رو خب تو همون کار رو با من مغزی میکنی. اوکی نمی میری من میمیرم واقعا <تصفح> خب بدتر حداقل من تگزدی یه بار تو رو میزنم راحت میشی تو که هر رو منو تورچر میکنی چی تو از اینکه کیسه میندازی رو صورتم آب میجوری هر رو این کارو میکنی میگی من که خفت نکردم گوش خفن میگردی خب باشه خوده <تصحنت> خودت درست کنید جون مادرتون به خدا آدم بشه درست کن بیاین همدیگر همدیگر رو درست ببین پسرها خدایی خیلی خوب شدن پسرا 80 درصدشون خوبن 20 درصدشون چاغالن 100 درصدشون هم چیت میکنن یعنی هر کی نمیتونه با این قضیه دید بکنه کس خوری آقا پسر دست خودش نیست وقتی یعنی دوش شو شرم کنه میگه برو اونو بکنه نمیفهمه بچه رو بابا خب حقیقت بابات این کارو کرده بابا من کرده پسرت که به زایی دوستو میکنه یعنی باورت نمیشه آقا پسر خونش چیکار کنه پسر باید روزی دو نفر رو ترتیبش بده به خاطر اینکه زنگ گرفته سال یه بار مثلا میده تو مغز خودش داره تازه حالم میده به دختره مثلا میگم دورم ساکریفایز میکنم مثلا شما مناسب هم و روز در خدمت شما یه روز در خدمت مثلا همسایه ببین حق داریم ما وحشی باشیم بعد میگن چرا وحشی نه اصاب سر یه روز واقعا چی میشه یه روز پسر رو به بده واقعا چی اتون کم میشه آقا برعکسش هم قبول میکنین ببین یکی نیست اصلا یکی نیست چرا یکی نیست پسر میره اون تو آبش که میاد اصلا یا اصلا اصلا تو خوشم نیست شما اون لحظه تازه عاشق میشین و شما دخترا وقتی که با یه نفر می... میفهمم مثل دختر هستن که یه شب میخواد بره بده بله. تو خوشم نیست میفهمم نمیگم شما همیشه عاشق میشین ولی وقتی تو, تو،, تو،, تو. تو کلاب نرفتی کس بدی اگه داری مثلا تو خیابون راه میری یه پسر رو حرف بعد دو هفته مثلا میگی که این بد نیست رابطه برقرار میشه کافی میخوری تو داری یارو سناریو سازی میکنی وقتی با یارو حتی یه بخوابی یارو میه تو خیارشوره پسرا اینو ندارن پسره میخواد فقط تحت یارو بده بش اصلا, اصلا یادش نمیاد دختره رو خب ولی دختر اینو نداره دختر حتی اگه تازه با پسر خیلی هم چیز نشته باشه وقتی باش باش اگه خوب باشه سکس پسر تازه اصلا عاشق میشه همون شب انقدر احساسات به خرج دادیم وسط اون که اینا رو برمیداریم به ما میگین بیا اینم آخرش سالی یه بار اجازه بده ما بریم بومولی ببینی النا به من اجازه داد گفتش که گفتش که چون که تو دیگه تو تلویزیون اینا رفتی <تصال> احتمالاً دختر مختص زیاد من نور بره خاصی کاری بکنی بکن فقط من نفهمم بعد منم توی دورای گیر کردم چون دیگه نمی‌تونم بپرسم مطمئنی چون داره میفهمه دیگه همین <تصال> <تصال> من دیگه بکن... اوکی فر دیگه فهمم خیلی کامنت شما تلفن میخوام برم پا ندارم <تصفح> میخوام نرم جا ندارم نه خدا خدا حرف حق دارم میزنم دروغ نمیگم میدونم آدم بهتر هیچ کاری نکنه خیلی, خیلی خیلی خوبه ولی همونجور که فکر میکنی بابا جق نمیزنه ولی میزنه پسرم که فکر میکنی چید نمیکنن چید میکنن من <تصفح> نمیخوام به این فکر <تصفح> کنم حقیقتها رو فکر کنید دیگه <تصفح> حرف های من خدایی دروغ نمیگم این هم اگه یه خود کامدم کنیم با هم یه خود رو لاف بتره کنیم خیلی بهتره. اینکه که دختر دارن فقط مستر میکنن چجوری مادر پسر رو سرویس کنن نامردیه به نظر من بعد میگم چند تا جا پسران، مادر و سرویس کنن کجا چند تا مثال بزن اوه. اینجا ایران نه ایران رو قبول دانم. بابا مگه نمیبینی ها ایران که حالا ولی اینجا هستن اینجا ب... خب من ندیدم اینجا اصلا خب چون کاپل. نیست ولی خاله پسر اصلا کاپل ندیدم که مثلا بگم او فلان فورندوسا... مثلا الان همه کاپلی میگه من کاپلم خود خب کاپلی. کاپل چی کاپل که کاپل خب, <تصفح> خب تو دیدم درست بودن یعنی واقعا همشون خوب بود. ولی ایران اوه میشناسم بابا یارو آقا نه, نه 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 اینو بگم ایران میشناسم طرف میخواسته از زنش طلاق بگیره رفته همه مال و اموالی که با زنش خریده جمع کرد زده به نام ننش دمون. که نده به مثلا که مثلا مهریه یه زنه رو نده خب چرا واقعا حالا مه... ایران مهریه است اینجا نصف خونه است نصف اموال نصف هر چیزیه که با هم به دست آوردن خب به هر حال زنم زحمت کشیده توی اون زندگی مخصوصا کسایی که مثلا واقعا کارم میکنن و یه, یه چیزی هم واقعا خب اون که دوزیه اون میگم من مثلا خودم با النا چند وقتی دوام شده بود داشتیم دوام میکردیم بهش گفتم که آقا اصلا ما اصلا باید جدا شیم تو هم وقت گفتم خیلی خوب این خونه مال تو اون خونه مال من این خونه مال تو اون خونه مال من داشتم خیلی چیز میکردم باش و النا که تو داری آریدی جدا میشی گفتم خب جهان جداشون جدا بشیم میگه مثلا کونی بازی من بوده ولی خب در صورت این میبینی این همه داد میزنیم این همه قر میزنیم آخرش به جدایی که میرسه با مال و اموالم نمیخوایمش حتا این یعنی یعنی چی آن. با مال و یعنی خب داری میگی اوکی این خونه واسه تو این خونه واسه من النا گریه کرد نگفت باشه اوکی قبول مثلا این هم, هم مال معلومه چون دولو دیده این آن... چی بود آهنگ اینا این دولو میخوان عشقم که بادم <تصفح> 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 دولم که دو خیابون نیست زن همین یه دونه است دول خیابونی زیاده دول بیاد بمونه از هر روز وقتی گریه داری ساتوشونه کی میذاری اون دولو میخوای اون دول کمه درست میگم دول بریزه تو دو خیابون خب هست با اون منطق جیجی جی خونه ما داریم اوکی. شما جیجی جی خونه نداری ما میبینیم یه جا هفت دو خمیان به اسم باربی و کندی و نمیدونم اه. هفته دختر اسم هفتا دختر اینه <س GUY> زندگی من بتا... مرد خویم من از این آدم چی میگن که بیت بی خطرام ولی در صورت فای... هفتا دختر میاره صد دلار میدی حکم رو می بریم مثل حیوان تحتیبشو میدی شما هم چیزی ندارین پس تکنیکی واسه ما خیلی اون راحت تر پیدا میشه تو شما واسه شما با جون چون تو باید بری حداقل اکل که نه بریم کلن میخوای نمشه. <applause> نه دیگه تو گفتی دیگه گفتی دول ریخته میگم اتفاقا اشتباه میگی اتفاقا اون یکی ریخته چون اگه دول واسه فروش نیست جفتش آقا ریخته اینا قبول دارم اینا قبول دارم اگه با این منطق بریم جون میگم من همیشه میگم میگم ایناش مساویه ولی اینی که شما منتالی ما رو میزنید ما شما رو فیزیکلی میزنیم نامردیه نه ما با شما رو فیزیکلی بزنیم نه شما ما رو منتالی بزنیم بیاین صلح و برقرار نزنیم آقا آقا هر کی در رابطه کس سعی کنه به زنش و شوهرش خوبی کنه خدایی میگه نسیم دیگه بفهم شما نمیدونید دیده باشی نه دیگه این شخصیت میتونه مهربان بشه دیگه مثل مادر چیز بود اون سیب میده <متص Suzy> گاز میزنه باز گفتا بریم توی سوپر به مردم <متص> سیب قرمز بده فقط هیچ هم نگو لباس جادگره نمیخواد خود کافی هرچی به میتونی مثلا دوست دیزنی هم بپوشی <applause> <applause> خیلی خب بچه من میخواستم همینو بگم به اون کامنت های خانوم ها بگم که ببین به خودم من خانوم هم میارم حرف اون جلی خانوم میزنم به هم میگه راست میگی دروغ نمیگه چون رو تجربه است روی نگاه کردن و فقط روی خوبی دارم میگم هیچ پوینتی ندارم که مثلا بخوام به کسی گم بزنم. من دوستش هم میگم همه خوبن ولی خب همه خوب نیستن همه خنگن زنان بد جنس و خنگن یعنی مردا خنگن زنان خنگ و بد جنسن من میگم خیلی رابطه ها سخت میشه دیگه تو همچین سناریویی ولی واقعا اگه همدیگر رو سعی کنن یکم بیشتر درک کنن تو خود رابطه ببین حالا من نمیم تجربه خودم بوده این مدت ما تو رابطه هستیم ولی اسپیس خودمون هم داریم و به هم رسپکت یعنی احترام میذاریم جایی که واقعا احتیاجه که دوتایی با هم بریم جلو سعی میکنیم همدیگر رو پوش کنیم و با هم بریم جلو و جایی که احساس میکنیم یکی نمیتونه بره جلو ولی اون یکی آمادگی اینو داره که بره جلو و ممکنه یه مقدار زمان این وسط هدر بره من ولی... فقط دارم پوزیشن سکس نگاه میکنم ببخشید خیلی جلو جلو کرد دم... یکی بره جلو یکی نمیاد جلو یکی میاد جلو یکی میره من قاطی کردم من فقط داشتم اینم نسیم دو سه سرش رو تخت اگه میشه یه باری که توضیح دو آقا ول کن آقا با هم برین جلو ای بابا باز ما گیتونو تخت من تو تختم آقا اگه این سلوشنش اوکیه باز با هم بریم انقدر با هم بریم جلو بخواییم به کو مستقیم مستقیم بگیریم آقا نسیم دوتا خاطره یادش اومد که گفتش برای ازش پرسیدم راجع به رابطه های بعد میخواد تعریف کنه آره فقط بشنویم یکی گفتی که اینجا باشن دیگه من یه دوستی داشتم که یه دوست پسری داشت که مثلا حدودا دوازده سال ازش بزرگتر بود و پسره مثلا دانشگاه رفته like سه تا دکترا داره خیلی آدم توپه, تا... توپه آره بزرد. اصلا پسره خیلی خوب بود ولی مالی هم قبیله یا فقط نالجی هنوز. ام... نما مالی خیلی مثلا آره مثلا شروع خونه داره دیگه. نه آه آه خونه آه. داره مثلا کمپانی شو داره ولی مثلا اینجوری نیستش که بگم مثلا 10 تا مثلا بنزین باشه میدونی ولی خب اوکی بود مثلا ببین اینجوری بود رابطهشون که پسر اینقدر اینو از لحاظ منتالی تحت فشار میذاشت که مثلا اینا هفته یه بار به هم مثلا زنگ میزدن اصلا باورت میشه و مثلا اینجوری بود که تقصیر پسره بود ولی صد درصد و در نهایت هم اصلا دختره چند بار مچش رو گرفته بود ولی بخشیده بودتش بعد حتی پسر طلبکارم بود که تو چرا اصلا فضولی کردی که اینو لایک بفهمی در حالی که مثلا دختر چه دختر خوبیه دختر خیلی دختر خوبیه تحصیل کرده آره تحصیل کرده اونم کار میکنه یا نه آره کار میکنه می و پس و جفتشون هم اقامت دائم دارن یعنی اینجوری نیستش که like بگید دختر پسر به هم لازم آره به هم لازم داشت اصلا اینجوری نبوده بعد مثلا پسر مدت خیلی طولانی رو اعصاب روان این دختر رفت که این دختر باش دوست شه و در نهایت اصلا پسر یه جوری دختره رو مثلا باهاش کات کرد که دوست من مثلا تا مدت ها اصلا like شاید هنوزم که هنوزه من به حالت قبل مثلا برنگشت اینی که میگی و من خب من خودم گفتم من دوست خیلی زیاد داشتم و یه وقتی دست فکر نکنم که من دارم پسرها همسن مشتیان من مثلا یه درصد توپل پسرام کارهای وحشیانه بد میکنن خب ولی همون پسره وقتی میره تو رابطه یه 180 درجه عوض میکنه واسه یه زن آینده شاید مثلا هنوز میگم چیتینگ من اینو نمیتونم مثلا مرد خوب و بد به چیتینگ ربطی نداره مردها فقط برای یک نفر خودشونو واقعا تقریم دارم منم به این قضیه واقعا پی بردم خیلی دیدم دورم که اینجوری. نه یکی ای به درو گفته نه نه, پشان. این یه حقیقته ببین <applause> یعنی من واقعا که م... پسری رو دیدم که مثلا با نصف ایران مثلا بوده بعد مثلا الان از... دوست دختره و الان دارن با هم از... نام و دارن ازدواج میکنن با هم... اصلا یه کارای واسه دختره میکنه که اصلا دوست دخترای سابقه پسره مثلا همش آرزوشون آره با هم حرف میزنن دیگه اصلا با هم دوست شدن اونا یه اکیپ شدن راجب این داتا حرف میزنن در این حد این هم بوده خب حالا یه مثال بدن دختر که دهنه پسر سرویس کرده یکی دیگه از دوستامون که نمیدونم چی جوری ولی دختر چون هنوز دوست دختر دوست پسر نه ازدواج هم نکرده بودن دختر خونه پسر رو بالا کشید همینجا بود وشید. من یه دختری همین کارو با دایم کرد توی ایران رفت دایم یه خونه خوب یک خوش گرفت ایران که پر یه آلمه دارم این مورد <laughs> دختری میاد تو خیابون میزنتش با هم میگه به شماره به دایم میده و برای سه ماه میگه دایم بلند میشدم شون بودم تو دهنش ده بود و بعد صبونه می اومد و ماساژ و فلان میگه روزی که عروسی کردیم امضا کردم تموم شد همونو رفت خونه گفتش که من بابام گفته که مثلا بعد یه کاری بکنم رفتم خونه بابام گفته امروز نمیتونی بیای میگه دیگه نه نه نمیاد بعد یه روز دائم بام میشه میره مسافرت همسایمون میاد میبینه خونهشو دارن خالی میکنن زنگ میزنه بهش که داد خونه دارن خالی میکنن آمار داری دیگه تا میرسه مثلا 70 80 وسایل جمع کرده میوره یخچال اینا چه گوشه کامیون برده بود بعد همون هم گفته بود طلاق میخوام مهریش هم گوشه بود اجرا یعنی فکر بود؟ من این داستان مهریه رو هیچ وقت درک نکردم مثلا چه اشکالی داره که همه چی نصف نصف باشه واقعا مهریه چی آخه اصلا من نمیفهمم واقعا نصف بیشتر مشکلات توی ایران اصلا می مهریه شروع میشه آره من دوست دختر روی دوست تو دوست قبلی میگفتش که مثلا الان نمیدونم 4000 تا مثلا من میخوام گفتم من به تو انم نمیدم اگر میخوای چوسی بیای جلو جوره... خدا من که اصلا تو به ما جلو بشین که ب... نمیتونید ما که ایران که نیستیم کاری بکنی ام... با امی... اگه میخوام مثلا مراسم و ر... رسم رسوم و رو اجرا کنی یه عدد نه میذاریم که اونا عدد مورد علاقه خودته اگر نه میخوای چوسی بیای بگی چهار تا چهار چهار تا بگو پنج بیلیون تمام تلاها کره زمین رو من مهریت میکنم من که نمیدم به تو بذاری حالش رو باییم حالا درکی آخرم ندادم گفتم نمیدم هیچی نمیدم چون مسخره بازی واقعا مسخره است الان آره. میدونید چقدر آدم به خاطر مهریه تو زندانه آره بعد اصلا همین باعث میشه که خیلی اتفاق کثیفی واقعا بیفته همین که میگم طرف این همه سال با زنش از صفر صفر از زیر زمین شروع کرده مثلا رسیده به برج مثلا چند طبقه بعد مثلا زنه الان دیگه به یه جایی رسیده نمیتونه خب مرد رو تحمل کنه میره درخواست طلاق مرد تا اینو میبینه همه چی میزنه به اسم مامانش آخه چه کار کثیفیه این واقعا سرقی با دزدی نداره باید نسس باشه واقعا تموم شد رفت ولی واقعا این نسسی هم خیلی نامردی که دوستام سر دوره میناموس شد نه آره منم یک او اکچولی من یه نفر رو اینجا میشناسم که سر این میناموس ببین قشنگ ببین تا وامی که از بانک گرفته بود واسه کامپانی بعدیش مثلا یه کامپانی داشت آردی مثلا دو تا خونه داشت تا وامی که مثلا گرفته بود یه کامپانی دیگه بزن کام اون وامرم نصف کرد با زنه یعنی زنه یه کاری کرد که اون وامرم نصف کرد آره گرد. اگه زنا وحشی باشن یه کاری میتونن باورت نمیشه بعد حالا جالبش اینه که خونه خودشون د... ببین مثلا یه چیزی دقیقا شبیه خونه تو حتی میتونم بگم یه طبقه اضافه تر هم داشت بزرگتر بود اه... خ... خونه رو مجبور کرد که مرده بفروشه که نصفش رو بده به این بعد به خاطر تمام این پروسه که این وسط مثلا نمت پروس. خونه هم دو برابر شد حالا اصلا هیچی زنه حاضر شده بود که بره بیسمنت دوستی که مثلا اصلا مرده باهاشون مشکل داره رو اجاره کنه بره بشینه توی بیسمنت یه خوابه آشغالی با وسایلی که اصلا برای خودش هم نیست یوزده و خود اون دوستشون صاحب خونه برش فرام کرده ولی حاضر نشده بود که از اون نصف خونه بگذره یا مثلا حق یه جوری باشه که مثلا بگه که اوکی خب مثلا وام رو چرا باید میگیره یارو اگه که مشکل مرده اگه که مشکل نداشته باشه که نمیره وام بگیره مثلا 8 میلیون دلار چرا مثلا نصف وام یا مثلا آره، می رو خیلی مثلا ببین سر. من دوستم اتفاقی افتاد سه تا خونه داشت بعد اخی من حساب کرده بودم مثلا خونه اول یک میلیون میارزید 500 دلار روش وام داشت خونه دوم دو یه میلیون 500 تا خونه سوم یه میلیون 500 تا بعد اومد بودم گفتم که خیلی خب شما یک میلیون روینا ولیو داری 750 دلار بدی به این خانومه مم. بعد دوست من تو حسابش مثلا کلا 10000 دلار پول داره میگه خب اوکی میفهمم از خونه ها دارم ولی خونه ها رو آخر همش, همش یعنی تا تست مورگجه من نمیتونم کاری بکنم مگه اینکه یکیشو بفروشه مورگجه یکیشو فروخ پیاف کنه نه یکیشو فروخ 500 تا روش داره بعد 100 تا خرج این ور اون ورش میشه تکس و مکس و اینا باید بده واسه با مثلا یه 400 تا دستش میاد خب بعد کم داره بعد خونه دوم بفروشه بعد دو تا خونه رو از سه خونه که داشت یه خونه خوش نمیکرد دو تا خونه حالت اینوستمنتش بود جفت اینوستمنتش مجبور شد بفروشه تو همون فاصله هم خونه رفت بالا شد دو میلیون دو میلیون دیگه نتونست بخره هیچ کاری خونه فروخت تمام پولش داد به اون سه از اولاد خودشمون دو تا خونه که سه میلیون و اون لحظه شد و میلیون تبدیل شد به صفر بخواد این خانم هفتاد پنجه تا بگیره دقیقا بعضی وقت اصلا نمیفهم واقعا در حالی که اگه وایستان ممکنه که بیشتر هم آره نه پرسته. اصلا میگم من اینا وحشیگری که من میبینم و بیمنطقی و... انتقام آره. من الناو و الناو و شوهرش که هم جدا شدن اگه من نبودم اینا هم همدیگه رو قاطی پاره میکردن مثلا النا یه هم میگفت من فلان چیز رو میخوام و شوهره میگفت نه من اونو نمیدم از میگه هم چیا بعد النا میاد خونه میگفت سگ من هیچی از خونه نعی بردم به هیچی دست نزدم بهش میگم مثلا چه میدونم تلویزیون رو بده به من میگه نه واسه تلویزیون رو به تو بعد بشه هم مثلا بعد خب من, من عوضی بودم اونجا میگم که خارکوسته هجا آدمیه میان دهنش سرویس میکنم فیلم مثلا من اونجا میگفتم که خب اینه من که دو خونم پنش تلویزیون دارم اونو میخواد چیکا آخه هیچ خونو بردم. من هیچ از اون خونه نهی بردم خب نهی بردی که نهی بردی دازمی که نداری بشتن تلویزیون مثلا هزار داره خب میریم میخریم نه تلویزیون نمیخوام فقط دارم خود یه چیزی حرف منم مثلا بهش اونو گفتم گفت نه منم میخواستم اینو بگم نه بعد میگم خب اگه من مثلا من پنج بار آلنا آروم کردم اگه نبودم اون همون پنج بار سری مثلا میگم کوچیک ترین چیز خونه ها داره خونه مثلا دو میلیونی سه میلیونی دارن میفروشن نس نس اونا اوکی سر مثلا این که اون انگشتری که مامانم به من داده بود مثلا قیمتش چقدر چه دلار اون رو پس نمیدم خب شاید واقعا ارزش معنوی داشته باشه نه همش فقط سویل. من بپرسم سوال. الان یه نفر بیاد رو ماشین تو با کلید خط بندازه تو نمیری ماشینش آتیش بزنی فردا نه می دیوونه <تصفح> <تصفح> من این کارو میکنم نه من خیلی ت... یاد گرفتم که لد بکنم نه مردم کلا دو دی... من... همون همین که تو هستی و همه هستن بعد همم هم تو دایره خودشون دارن جلوی و عقبی و چپ و راستشون رو میگن واسه این تمام دنیا همه دارن همدیگه رو میگن و رو اینو نمیبینن نه ببین دلیلش میدونی چیه که من میرم ماشین اون آتیش میزنم بخاطر اینکه اگه که من این کارو نکنم اون پس فردا با یه همسایه دیگه هم مشکل داشته باشه میره با کلید دوباره رو ماشینش خط میندازه من در حق اون همسایهم هم بدی کردم من اینو دارم میگم نه چون تو تو اون انگولک کردی که گفتی اگه میای خط میندازی آتیشت میزنم و دفعه بعد بیا آتیش بزن من دوست دارم میگم که او پس یه سری هستن که باشون سر مثلا صدای موزیک بحث کنی میان ماشین رو خط میندازن من دیگه از موزیکمو کم میکنم که می چون آدم آدما رو عصبانی نکنم که بخوام باشون دیل بکنم چون من آدم خیلی وحشی ولی... هستم اگه قاطی کنم یکی میذارم میکشم ولی چون نمیخوام ولی خب دیگه آدم بعضی وقتا به یه جایی میرسه چقدر تحمل کنم مثلا چقدر واقعا الان تو مثلا همین رانندگی که میکنی خدایی واقعا اذیت میشی دیگه تو خیابون انقدر بد رانندگی میکنه همش فش میدی درسته خیلی. خب دیگه این یه ریاکشنه خب النا اون لحظه گفتی که خب این حق حق من بوده و این الان داره روان منو به هم میریزه من عین دقیقا همونیه که داره توی آره مسیری میره و یه نفر این تراپ میفهمم ولی النا با... معلومه لحظه که مادر سگ میگفتم تو یا روی با هم بچه دارین شما

که اصلا یادت میاد مثلا سر چی با no, همه یادش نمیاد یعنی <laughs> انقدر شرور بوده که اصلا یادش شفته ولی yeah. آره، اون بعد لحظه میخواست رو چون یارو پاره کنه ببین یعنی بعضی چیزا واقعا آدم اون لحظه واسهش خیلی عصبانی میشه بعد میشینه فکر میکنه و مثلا میگه خدای من کنسخال بودم ببین الان من انقدر به این نشه رسیدم انقدر کام داون شدم و کلا ایگنور میکنم همه چی رو و با همه چی به شدت لایک بر آفرین به خدا یه یارو بود میگفت اگه یه چیزی عصبانیت کرد از خود پر شش ماه دیگه یادمه اگه جوابت بود پرشم. آره از خود دوباره بپرس دو سال دیگه یادمه اگه جوابت بود نه بیخیالش شو اگه بود آره برو برو گیر بده برو بگو که من بعدین درستش کنم ولی خیلی جو. من از وقتی اینو یاد گرفتم واقعا یهو خیلی آروم شدم چون وقتی بهم میپرسن میگم یادم اصلا نمیاد یاش نمیاد حالا سر همین جا چهار سال بیا جلوتر من خیلی بدم میاد هر که میرفتم اسم میدادم بعد همون اسمو خواستم واسه پاشا بزنن بعد نمیتونست چون رب نداشت اسممو به هم فامیلیامون خب بعد من به این پسره گفتم که آقا من میخوام فامیلی پاشا رو عوض کنم بکنم فامیلی خودم یارو اوکی داد میدونی اون پسرم اونجا فهمیده بود او که مثلا گیده کسی یعنی میده بعد الانا میاد بهش گیر نمیده میفهمه که باید یه تأثیری باشه دیگه چون میدونی که الانا میاد با من حرف میزنه بعد فراش آروم شده چند سال بعد که من خواستم اون چیزی که من خواستم رو فراهم کرد ولی نمیگم نه نمیخوام میخوام اسم پاشا اون همون فامیلی خودش یعنی به نظرم من خوبی خیلی بهتر میره جلو باعث میشه همیشه خوشحالتر باشی بعدی تعی نداره همیشه خط تبدیل میشه به ماشیناتیش آشیناتیش میشه به چیه همیشه زندگی تو تنشه دیگه آره بعد من, من سعی میکنم انسان نه آخه واقعا بعضی جا نمیتونم مثلا تو الان الان مثلا با این نمیتونی واقعا نمیخوام ریس اسپاده دارم ولی چینیا خیلی رانندگیش بده ن... <laughs> نه ببین راننده بعد همه جا داری نه اصلا اونا چینیا بذار اصلا توضیح بدم اینو من یه توی چین بودم بغلم یه چینی نشسته بود خیلی <laughs> چین بودم دیگه رو راننده داشت رانندگی میکرد من دیگه هر روز با این بودم خیلی بد رانندگی میکرد مثلا توضیح مثلا خیابون مثلا 3 کیلومتر میرفت تو اتوبان خیاب... تو تو سه, سه کیلومتر کیلومتر واقعا همینجوری میرن بعد اصلا بعد یه بشه من که بعد تمام چینی‌ها واسه این بوق میزنن میونن فوش خامونه میکشن بعد هر ماشین فقط فوش می <تصف mixes> ماشین و رد میشن بعد من یه بشه دیگه روز سوم سال گفتن دادا چرا انقدر رانندگی بده یعنی میفهمم یه ماشین نمودی یا گفت دادا من 44 سالم بود اولین باری که ماشین دیدم تو زندگیم گفت تو از همین که من میتونم سوارش بشم باید مثلا به من جایزه بدی خب این مثلا فکر کن حقیقته. تو سن چهار سالگی <تصف> یه ماشینی رو اولین ماشین جون که مثلا ما ایران رنو اولین ماشینمون مثلا پراید اولین نه خب یه با پول میان اینجا به ماشین هم میگیره دیگه ولی مثلا ده سال تو چین رو اندگی کرده قبل که اینجا ولی واقعا یعنی بهش مثلا اینکه ماموزو من نمیتونه اندگی کنه اگه من با اون بازیگم با سکمه کنه میگم دمت اینا که اینجوری میبینی اینجوری هن. یعنی بعد بهشون تازه افتخارم بکنی که این یارو بیو... نباید میتونست رانندگی کنه ولی تونسته دمش گم واسه این اصلا فکر نکن که چینی ها اینجوری آد... اکثر آدم رو رانندگیشون بده اکثرا خب چینیا ها یه خور محتاطتر هم میرن چون تعداد زیادی از جمعیتشون دیر ماشین رو دیده اونم تا یه دیگه تمام حل میشه من دوستای چینیم ریس مینداختم ماشین تو ببین با ماشین چیکار می‌کنم پشمات می‌ریزه مثلا خجالت می‌کشی این حرفو زدی یعنی من بهت میگم مثلا نمی‌دونی با همه جور آدم با بیره. آره ولی با خب با همون منطق خانوما رانندگیشون خیلی بده خانوما رانندگیشون بوره ببینم بابا من به با عنوان سلطان جاد داینا وار خب تو اولا که من نشست تو ماشین بعد از اون که آبا. با اون آشپزی اومدید بفرمایشام میتونم بگم اینم الان دا میتونه چوسی هرکی میاد بیا بریم از ایناست که میذارم دوربینو بردار بریم دوربینو بردار بریم صحنه بعدی ماشین داره چپ میشه من دوات میذارم با تو پارکینگ <applause> <applause> <laughs> بعد میشه قربازی در این ویدیو یوتیوب پارکینگ نرفتیم بیرون پویا داره کاپشنشو میپوشه خود صحبت نمیدی <applause> خیلی واقعا اینجوری نیست خیلی خوب عالی بود من خیلی خوشحال شدم مرسی که خیلی. اومدی قبول دو تا ویدیو درست کنیم ولی همه ویدیو طولانی بهتره ام... اون که لباسش هم باز نیست ما گفتیم قبول نمیکنیم به <applause> ببین دو نوع گشت ارشاد داریم یکی مهربونه یکی مهربون نیست ولی جفتشون گشت ارشاد پشت دوربین داره همینجوری رو هم میره یا یعنی میزنه به ساعتش که یعنی تموم کنید دوتا میزنه به ساعتش وقت قضا من این نوره زیاد من اصلا نمیبینم من فقط میبینم من دیگه ترین شدم وقتی اینقدر نور زیاده وقتی تماشا چشتو ببندی تمام نورا هنوز میتونید ببینید به همین ستایی که هستن خیلی من پ... ببین یه جاهایی از بگو من چقدر سرحمت میکشم اینقدر پشت دور خیلی یه جاهایی از ویدیو من اینقدر نور زیاد و پلکم میپرید عصبی <laughs> شده بود چشمم از شدت تار نیده بود اینقدر چیز خورشید آره خیلی, خیلی, خیلی حرفه‌ای شدیم دیگه بچا دمتون گم روز خوبی داشته باشین خوب بخوابین